نگذرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، مهمانای گرامی، با عرض سلام و احترام خدمت همه شما، گرچه امشب یاد بود و یاد و خاطره استاد بزرگ موسیقی افغانستان استاد قاسم افغان هست، ولی من چیز خاصی ندارم که راجع به استاد بزرگ خدمت شما ارائه کنم، فقط شعری از استاد بزرگ استاد یوسف کوهزاد تهیه کردم که خدمت شما به خوانش میگیرم. و قبل از اینکه این شعر رو بخوانم، یک مقدمه کوتاه دارم که خدمت شما به عرض میرسانم. در زندگی گاه گاه اتفاق می افتد که آدمی به خلوت، تنها نشینی و با خود بودن سخت نیاز پیدا می کند. یاد یک دوست، خاطره یک عشق، به یاد آوردن یک حادثه، یک لبخند، یک دیدار، یک شکست، بار گران را بر دل و احساس آدمی می نشاند و وی را در خودش فرو می برد. اشک بر روی گونه هایش می آورد و با لبخند به کنج لبهایش، در امچون لحظات است که ترنم یک ساز، زمزمه آرام یک شیر ناب چون مرهم بر دل می نشیند. شور می آفریند، آرامش می بخشد و بار سنگین ناراحتی ها و غم ها را از دل بر می چیند. شیر مرهم است، جادوست، نشه آور است و انسان را در خود غرق می سازد. شیر بخش از زندگی انسان هاست. عنوان این شعر از زخم ناسور که من این شعر استاد کوهزاد بسیار دوست دارم و امیدوار هستم که مورد پسند شما هم قرار بگیرد. چیزی با بود که دلهای همه پاک از ریا می بود. چیزی با بود که دلهای همه پاک از ریا می بود. حریم خانه دل روشن از عشق خدا می بود. دعای خاکساران آبروی اغنیا می شد اگر یک تکنان خوش در دست گدا می بود. اگر از گلشن وحدت گل امید می چیدیم، چرا این ساز یک رنگی به کشور بی صدا می بود؟ زمین خانه خود را به خون خیش تر کردیم. زمین خانه خود را به خون خیش تر کردیم. چی کم می شد اگر در چشم ما یک نم حیا می بود؟ تماشاگاه عالم گر شدیم از بی ثباتی ها، تماشاگاه عالم گر شدیم از بی ثباتی ها، چه زیبا بود اگر لطف جهان بی مدعا می بود. اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم، یقین دارم کلید خانه ما دست ما می بود. اگر دزدانه با نیرنگ افسونم نمی کردن، چرا این خاک بی صاحب همیشه زیر پا می بود؟ اگر یک دل به حال بی پرستار وطن می سوخت، اگر یک دل به حال بی پرستار وطن می سوخت، چرا یک زخم ناسور به قلب آسیا می بود؟ اگر محراب تقوا سجدگاه عشق ما می شد، به جای دست خونالود ما دست دعا می بود. و آتشخانه افغان دیگر بازی نمی کردیم. اگر یک صفحه تاریخ من پیش تو وامی بود.
بگو از من و آن ویران سازان وطن کهزاد، بگو از من و آن ویران سازان وطن کهزاد، چی میشد یک دل آباد سوغات شما میداد. تشکر میکنم از شما و همچنان از دوستان محترم. در دنیا تشکر با نواختن رباب و زیبایی در دکلمه شیرا همکاری میکنند. از شما استاد محترم خواهش میکنم. تشکر از همه.